مشروع خبرها، مراسم احیای شب 19 ماه مبارک رمضان که مصادف به شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام می باشد، عزاداری به همراه آیین معنوی و روحانی، دعای جوشن کبیر، ذکر استغفار و قرآن بسر در مساجد و تکایای ولایت هرات برگزار شد. عالمان دین شبهای قدر را فرصت غنیمت و با ارزش برای بازگشت به سوی خداوند و بازنگری به کارنامه اعمال مسلمانان عنوان کرده و تاکید دارند که نباید چنین شبهایی با فضیلت از ده استاد شود. لیلة القدر، شب با ارزش و پر فضیلت، شب نزول قرآن کریم، شب گشودن صفحه دل و ریختن اشک نیاز و فصل گریستن در پیشگاه خداوند بخشاینده است. شب قدر غنیمتی است کمیاب برای توبه، استغفار، برای بازگشت به درگاه خداوند جل جلاله و بازبینی کارنامه اعمال. عالمان دین میگویند مسلمانان از شب نزول رحمت الهی باید بهترین بهره را برده، توبه کرده و در رفتار و کردار خود تغییر مثبت ایجاد کنند. رابطه من با خدای سبحان چه رقم بود؟ این دوگانه های صبح رو گذاشتیم، نماز صبح خواندیم، نخواندیم، ظهر رو عصر خواندیم، مغرب و عشا. خب خیلی ارجمنده که در این شب بیاییم واقعا محاسبه کنیم، اگر کمبود در این زمینه داریم بیاییم اون نمازهای قضاییمون رو واقعا بخونیم. صد رکعت نمازی که در این شبها سفارش شده به جای نماز مستحبی بیاییم به سمت قضای همون چیزهایی که در طول عمرمون قضا کردیم یا احیانا نمازهای درست نخوندیم. خب اینا همه اون کارنامه مونه. پس کارنامه مون وقتی که دیدیم کارتکسمونو که به دستمون دادن و این کارتکس و کارنامه اگر کم بود درش وجود داره وقت بیاییم جبران کنیم. در جبران کردنش اون وقت تولد تازه پیدا میکنیم. زندگی منهای معنویت زندگی نیست جز گرفتاری و بدبختی و فلاکت. خدا من ما توفیق بده از این برنامه قرآن و دعا حد اکثر استفاده رو ببریم و برای محرومین دعا کنیم، برای مسلمان ها دعا کنیم، به ویژه ملت مظلوم غزه و فلسطین دعا کنیم. در همین حال مراسم احیای شب 19 ماه مبارک رمضان در مساجد و تکای اقصی نقاط هرات به گونه پرشور برگزار کردید. باشندگان هرات در این شب به مناجات با خدا یکتا پرداخته و با تکیه بر آموزهای دینی زمزمه‌گر دعاهای پرفضیلت شده و مطالبه‌گر آبادی، آزادی و رحمت و مغفرت از بارگاه عزت منان شدند. مؤمنین در شبهای قدر در مساجدها، در تکایاها شب احیا میکنند و دعای جوشن کبیر خوانده میشوند و دعای قرآن به سر گرفتن توبه میکنند و همچنین ذکر صلوات و درود بر پیامبر و آل پیامبر میفرستند. این شب ها یک چیزی هست که آدم بتونه مثلا به مراسم ها بتونه خور برسونه، دیگه آدم بتونه از گناه ها خور کلن پریز کنه، توبه کنه، دیگه فقط کار بکنه که دیگه خود خدای خو عهد ببنده که بگه به برکت همین شبای بزرگوار دیگه انشالله دست به هیچ گناه، به هیچ مثلا معصیت چیزی، چون بزرگا به نزد خدا خیلی ارزش داره. گفتنی است که شب 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان از شب‌هایی هستند که بر اساس برخی از روایات احتمال نزول قرآن کریم در آنها وجود دارد. این در حالی است که در شب 19 رمضان سال 40 هجری قمری امام علی علیه السلام در محراب مسجد کوفه و در حالت سجده از سوی ابن ملجم مرادی مورد حمله قرار گرفته و شمشیر زهراگین آن ملعون باعث شهادت حضرت در 21 رمضان گردید.